سلام به سومین ولاگ من از سفر به یک جزیره جدید پوکت و محله روسپی‌هاش خوش اومدید. این ویدیو شامل دو قسمت اول که ساحل پاتونگ هستش و بعدش هم نایت لایف و سیتی سنترش. شهر پاتونگ در غرب پوکت قرار داره. 14 کیلومتر با پوکت فاصله است، حدود نیم ساعت میشه. با اتوبوس و تاکسی میتونین بیاین. حالا بعد در مورد قیمتش براتون توضیح میدم. این تصاویر ساحل رو از اینترنت براتون برداشتم چون که خودمون دم غروب رسیدیم پاتونگ. قصدمون این بود نایت لایف معروفش رو ببینیم. الان تو جاده هستیم از سمت پوکت به سمت پاتونگ، البته سیتی سنتر یا مرکز شهر. جاده پوکت به پاتونگ بسیار زیبا. شما سعی کنید زودتر برید قبل از غروب و هزینه تاکسیش هم حدود 6-7 دلار بیشتر نیست. این هم تاکسیاشه، میتونید از پوکت تاکسی بگیرید به مقصد پاتونگ. این هم یکی از مسجدهای این شهر زیبا نورالاسلام. حالا بریم ببینیم نه به این مسجدشون نه به داخل شهر. تمام تاکسی های جزیره پوکت اینجوریه، عقبش موزیک و رقص نوره و این شکلی. ما رسیدیم وسط شهر پاتونگ. این دروازه ورودی واکینگ استریت یا قسمت مهم شهر. این هم رد زونش. الان رد میشیم که خودتون ببینید دیگه. روسپی ها نشستن ردیف. بله این همین آقا و جالبه که منو دستشونه. حالا یه مقدار دیگه ببینید تا بقیهش براتون توضیح بدم. فعلا این رستوران تایگر رو با هم ببینیم تا بقیه راه با هم باشیم و ادامه اون اپیزود قبل رو ببینیم. اینجا گارسون داره خرچنگای تازه رو وزن میکنه که بده داخل برای مشتری گریل کنن. اکثر رستورانای دریایی پوکت اینجوری بودن. این هم یک روسپی با منوی دستش سر کوچه ایستاده. اکثر روسپی های تایلند داخل ماساژ سنترها کار میکنن. ببینید اینا رو و هم ماساژ میدن هم سکس و تعداد زیادیشون هم معروف هستن به بارگر که داخل بارها هستن. اونجا مخ مشتری ها رو میزنن و خودفروشی میکنن. سمت خیابون رو ببینید تو صف نشستن. تایلند در کل حدود 500-600 هزار تا کارمند جنسی داره که اینا همشون اهل خود پوکت یا حالا تایلند نیستن و از میانمار و کمبوجی هم میان اینجا کار میکنن. دردناک اینه که خیلی از اینها از سن 12-13 سالگی این شغل رو شروع میکنن و این اصلا چیز خوبی نیست. قیمتشون هم بسیار ارزونه، از 500 تا 1000 باد بسته به اون منوی که انتخاب میکنی. بچه ها مغازه های تتو توی پاتونگ زیاده، خیلی هم ارزون تتو میزنن و حالا جدا از مسئله روسپیگری این شهر نایت لایف خیلی زیبایی داره. یعنی کلاب ها، کافی شاپ ها، رستوران های خیلی قشنگی داره. برای دیدن ساحل روز بیاین پاتونگ، اما برای دیدن نایت لایف و کلاب هاش 7 شب تا 4 صبح. این خیابون معروف بنگلا خیابون 400 متری هستش که وسیله نقلیه از توش رد نمیشه. پر از بار، رستوران، موزیک زنده، کلاب و کلاب های سکس و پر از روسپیه. دیگه بقیهش رو بیاین تا با هم ببینیم. تابلوی بار بعدی رو بخونید که الان میاد توی تصویر. نوشته ما تو این بار 100 تا دختر سکسی داریم. منظورشون همون روسپی ها هستن. این خیابون بنگلا مرکز خرید جانگ سیلون هستش که یک مرکز خرید خیلی بزرگ و معروفه توی پاتونگ. حتما اسمشو گوگل کنید، آدرسشو در بیارین و حتما سر بزنید. این دوتا روسپی از نوع بارگر هستن، با لباس ملوانی دارن مخ اون دوتا آقای اروپایی رو میزنن که بتونن امشب باشون باشن و یک پولی ازشون به دست بیارن. جالبیش به اینه اوناییشون که توی خیابون ایستادن و منو به دست هستن، آقایون که رد میشن حتی اگه
با خانمشون باشن، قشنگ دست میزنن به شلوار آقایه و بهش میگن بیا تو و میخندن. یه چیزی هم خدمتتون بگم، تایلند تنها کشوریه که علاوه بر جنسیت مرد و زن جنسیت سوم داره، یعنی لیدی بوی. اینجا وقتی فرم پر میکنی جنسیت رو زده مرد یا زن یا لیدی بوی. لیدی بوی پسرهایی هستن که ظاهر زنانه دارن و تعداد روسپیای پسر هم اینجا خیلی زیاده از همین لیدی بوی ها، و حتی روسپیای مرد محله‌ای دارن که فقط مال آقایونه. اینا همون روسپیهای بارگر هستن که توی بار مخ میزنن و مشتری میگیرن. در مورد تاریخچه شهر پاتونگ باید بگم که اینجا یک بندر ماهیگیری بوده در سال 1960-1970 و اولین بار توریست های اسکاندیناوی اینجا رو کشف کردن. و جالبه ببینید این رستوران ها رو میبینید، رستوران سوئدی داره، رستوران عربی داره، رستوران دانمارکی داره، و اصلا اینجا رو یه مدت بهش میگفتن سوئد کوچک. مقصد اصلی توریست های اسکاندیناوی یعنی سوئد، نروژ و فنلاند این پاتونگ هستش، و البته خب چینی و روس هم اینجا خیلی زیاده. ما هم یه بستنی تو پوست نارگیل و یه نوشیدنی نارگیل زدیم به بدن و قیمتش شد 130 بات دوتاش. انقدر تعداد توریست اسکاندیناوی و روس و چینی اینجا زیاده که منوهای غذاشون به زبانهای چینی، روسی و اسکاندیناوی هم هست. این هم یه لیدی بوی عقب تاکسی که برای من یک ماچ آبدار فرستاد. در کل شهر پاتونگ و ساحلش به عنوان قلب تپنده پوکت نامگذاری شده. از اینجا به بعد ویدیو رو پیشنهاد میکنم تا آخرش ببینید و این شوشون تا آخرش ببینید. Thank you.
امیدوارم از این ولاگ خوشتون اومده باشه. لطفاً لایکش کنید، کامنت بدید، اگر سوالی داشتین زیر ویدیو بپرسین، در خدمتتون هستم. ویدیو رو با دیگران به اشتراک بذارین و ادامه ولاگ های من هم ببینید، چون سفر ادامه داره به ژاپن و فیلیپین و شهرهای دیگه تایلند. ممنونم از حمایتتون.